سلام به دوستداران و همراهان عزیز موجی شو. در طول تاریخ دولت‌های مختلفی بر ایران حکومت کرده‌اند و همگی معمولاً مرکز حکومت یا دارالخلافه داشته‌اند. آنچه از پایتخت مد نظر ما است، همین دارالخلافه است، یعنی شهرهایی که مرکز حکومت آن امپراتوری یا دولت بودند. گاهی یک امپراتوری چندین پایتخت داشته است. در این ویدیو نگاهی داریم به مهمترین پایتخت‌های ایران از دوران باستان تا پادشاهان قاجار. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. پایتخت‌های ایران پیش از هخامنشیان. وقتی اسم از ایران باستان و تاریخ ایران پیش از اسلام به میان می‌آید، نمی‌توان تمدن ایلام را فراموش کنیم. تمدنی قدرتمند در جنوب غربی ایران. مهمترین پایتخت این تمدن که بیش از 2000 سال ادامه داشت، شهر شوش بود. هرچند که این شهر دومین پایتخت ایلامیان بود. شهری که بقایایش هنوز هم باقی است و در منطقه‌ای به همین نام خودنمایی می‌کند. به ویژه زیگورات چوغازنبیل. از یافته‌های این محوطه باستانی ارزشمند و شهری که احاطه اش کرده، اطلاعات زیادی درباره باورها و زندگی ایلامیان به دست آمده است. بعد از ایلامیان نوبت به اتحادیه ملی مادان می‌رسد. پایتخت این امپراتوری شهر حکمتانه بوده. حکمتانه را اکباتان هم می‌خوانند و همان همدان امروزی است. مورخین یونانی حکمتانه را قلعه ای تو در تو و هفت لایه توصیف کردند که درونی ترین قلعه متعلق به پادشاه بوده است. بعد از سقوط مادها حکمتانه یکی از ساتراپ های هخامنشی می شود. پایتخت های ایران از شروع امپراتوری هخامنشی تا حمله اسکندر. هخامنشیان پایتخت‌ها یا مراکز حکومتی متعددی داشتند. از انشان یا انزان که اولین خاستگاه آنهاست گرفته تا تخت جمشید که همچنان درباره پایتخت بودن آن بحث می‌شود. چون بعضی از پژوهشگران معتقدند تخت جمشید صرفاً مکانی تشریفاتی بوده است و پایتخت محسوب نمی‌شود. مثلا حکمتانه را پایتخت تابستانه هخامنشیان می‌دانند و از بابل، شوش و پاسارگاد هم به عنوان پایتخت‌های دیگر هخامنشیان در طول دوره‌های مختلف نام می‌برند. اما بیشک مشهورترین آنها تخت جمشید است. مجموعی از کاخ‌ها با کاربری‌های گوناگون و شهری که اطرافشان بوده است. شهر سه بخش ارگ، شهرستان و بیرون داشته که مرکز حکومتی آن ارگ بود و روی صفه سنگی از کوه رحمت قرار گرفته است. حمله اسکندر و حکومت‌های پس از آن. پس از حمله اسکندر، حکومت ایران به سلوکوس رسید و سلسله سلوکیان آغاز شد. سلوکوس اول شهری در کرانه رود دجله ساخت و نام آن را سلوکیه نهاد. این شهر همراه تیسفون بخشی از هفت شهری شد که مدائن را ساختند. بعد از سلوکیان، نوبت اشکانیان بود که حکومت را بر عهده بگیرند. اشکانیان هم مانند هخامنشیان چندین پایتخت در دوره‌های مختلف داشتند. صد دروازه، نسا و تیسفون از پایتخت‌های اصلی اشکانیان بودند. صد دروازه اولین پایتخت اشکانیان بود، هرچند که برخی محققین نسا را اولین پایتخت اشکانیان می‌دانند. با سقوط اشکانیان، ساسانیان به حکومت می‌رسند. پایتخت ساسانیان ابتدا استخر و بعد از آن تیسفون بود. استخر در مرودشت استان فارس امروزی است و تیسفون هم در عراق امروزی و 35 کیلومتری بغداد است. متاسفانه بجز طاق کسرا چیز زیاد دیگری از این شهر باستانی باقی نمانده است. اسلام و حکومت‌های متعدد اما ناپایدار. بعد از حمله اعراب و تسخیر ایران، کشور ابتدا تحت سلطه خلفای اموی و بعد عباسی قرار گرفت. مرکز حکومت خلفای عرب در ایران عمدتاً منطقه خراسان بود. در زمان مأمون، حکومت خراسان به سردار لشکر طاهر رسید که منجر به شکلگیری حکومت طاهریان شد. حکومتی که نزدیک به 50 سال دوام آورد و مهمترین شهرهای تحت سلطه‌اش مرو، بلخ و نیشابور بودند. طاهریان شاید اولین حکومت ایرانی بودند، اما همچنان زیر نظر خلفای عباسی قرار داشتند.
یعقوب لیث صفاری علیه خلفای عباسی شورید و اولین دولت مستقل ایران را حدود سال 259 هجری قمری تشکیل داد. پایتخت صفاریان شهر زرنگ بود و امروز شهری مرزی میان ایران و افغانستان است. سامانیان در زمان قیام یعقوب حکومت بخشی از منطقه را بر عهده داشتند. حتی به دلیل تحریکات خلیفه، جنگی میان سامانیان و عمر و برادر یعقوب اتفاق افتاد. سامانیان اندک اندک قدرت گرفته و سرزمین‌های اطراف را اشغال می‌کنند. آنها تا حدود اصفهان و کرمان و زنجان هم پیش می‌روند و نهایت بخارا را به عنوان پایتخت انتخاب می‌کنند. سامانیان هم مانند طاهریان مطیع خلفای عباسی بودند و از به همین منوال ادامه داشت تا دیلمیان سر کار آمدند. خاندانی از نواحی کوهستانی گیلان که تا 448 هجری قمری حکومت ایران را به دست داشتند. فرزندان ماهیگیری به نام بویه حکومت ری، شیراز و بغداد را به دست گرفته و نسلهای بعد آن را گسترش دادند. تاراج ایلخانان شرق و حکومت‌های جدید. ساسانیان همیشه مراقب بودند که جلوی حملات اقوام شرقی را بگیرند. با انقراض ساسانیان، نبودن حاکمیت یک پارچه و ضعیف شدن مرزهای شرقی راه برای اقوام مهاجم شرقی را باز کرد. یکی از اولین گروه‌های مهاجم سربازان ترک نژادی بودند که حکومت غزنویان را تشکیل دادند. آنها با شکست سامانیان قلمروی آنها را تحت سلطه گرفتند و خود را مطیع خلفای عباسی اعلام کردند. پایتخت آنها غزنین افغانستان و لاهور پاکستان بود و تا حدود سال 432 هجری قمری به مناطق شرقی ایران حکومت می‌کردند. بعد از غزنویان نوبت به سلجوقیان رسید که اولین دولت مقتدر، طولانی و وسیع ایران بعد از اسلام بودند. آنها از وزرای ایرانی استفاده می کردند و در 161 سالی که به ایران حکومت می کردند، چندین شهر را به عنوان محل حکومت انتخاب کردند که نیشابور، ری و مرو از جمله آنها است. ایران در دست مهاجمان مغول. حمله مغول‌ها به ایران را به دو دوره تقسیم می‌کنند. دوره اول چیزی جز ویرانی به جا نگذاشت، اما در حمله دوم مغول‌ها آمده بودند که بمانند. هولاکو خان بعد از حمله به ایران حکومت ایلخانی را تشکیل داد. او و نوادگانش شهرهای تبریز، مراغه و سلطانیه را به عنوان پایتخت انتخاب کردند. در این زمان و به لطف وزرایی همچون شیخ رشید الدین فضل الله همدانی سازندگی‌های بسیاری رخ داد. با انقراض ایلخانان ایران وارد دوره فترت می شود تا زمانی که تیمور لنگ به ایران حمله می کند و سلسله تیموریان را به وجود می آورد. تیموریان بیش از 100 سال در ایران حکومت کردند و دو شهر هرات و سمرقند پایتختشان بود. پایتخت‌های ایران در عصر معاصر. با شکل‌گیری دولت صفویه ایران یک بار دیگر طعم یک حکومت یک پارچه را می‌چشد. صفویان چندین و چند پایتخت داشتند. ابتدا تبریز، بعد قزوین و در نهایت اصفهان. امنیت سیاسی و اجتماعی باعث شکوفایی هنر می‌شود و از این دوران آثاری به جا می‌ماند که مایه حیرت همه ما است. قدرت بزرگ بعدی افشاریان هستند که برای کشورگشایی و امن کردن مرزها پایتخت را به مشهد و کلات نادری میبرند. بعد از آن هم زندیان را داریم که به شیراز حال و هوای دیگری میدهند و در نهایت قاجاریانی که تهران را پایتخت میکنند. شاید کمتر کشوری در دنیا این تعداد پایتخت را در سابقه تاریخی خود داشته باشد، اما در هر حال هر کدام از این شهرها در برهه‌ای از تاریخ محل حکومت حاکمانی بودند. دوستان عزیز، مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. Thank you.